قسمت های قبلی تلاش کردم که یک یدکش برای 206 هم بسازم که به اینجا رسیده، ولی خب هیچ کفی نداره و باید کفش رو امروز بسازیم. امروز باید ورق کفش رو بسازیم که یه سری سوراخ ها و شیارا داره مخصوص خودش که کامل بهتون میگم، و اگه عمری بود داداش علی امروز اومد میریم موتور چهارچرخه رو سوارش میکنیم و میاریم. یه سری خرید مرید هم دارم که گفتم با هم دیگه انجام بدیم، چیز خاصی نیست ولی خب خوب نیست. حقیقتا من اعتراف میکنم که باورم نمیشد ساخت یدکش انقدر هزینه داره و اینکه انقدر سخته. 5 قسمت، من 3 هفته است درگیر اینم، چطور ممکنه؟ این مشکلم داره که این چیزه هی داره تکون میخوره. چیه این؟ جکشه. این مته شکست و دقیقاً این انگشتمو زد ناخنشو ترکون. استیل برام هم تموم شدن، گوشیم هم دقیقاً شکست، البته نشکست، فشار روانی باعث شد من بشونمش، همونجوری که توی تراپی میگن وقتی که بهت فشار وارد میشه بزن یه چیزیو بشکن، مشت بزن به دیوار. من مشت زدم به چیز، مشت نزدم، پرتش کردم زمین. این از این نکته که خریدایی که بعد انجام بدیم، اما این نکته مهمتر دیگه که خیلی منتظرشن. آردی چی شد؟ چرا آردی رو بازسازی نمی‌کنی؟ این چیزیه که مخاطبا از من میخوان. توی اون تصادف زدیم داغونش کردیم، یه کاپوتو که قطعاً میخواد و اما جلوش، جلو پنجرهش. یکی دو تا طراحی برای فیسش انجام دادم که متفاوته و کلاً جلو پنجره و سفرش دستساز میشه. یکی دو تاست دقیقاً، دو تا طراح. یه خورده ساختش سخته، یعنی کاپوت و گلگیرم باید عوض بشه. به خاطر همین ممکنه که به حالت فابریک برش گردونیم بعد فیس لیفتش کنیم. اما همه این پروژه ها به علی ربط داره که بیاد یا نیاد. و اما در باب جعبه ابزار یه خورده پیچ و مهره خاصم میخوام. خیلی وقت‌ها هست که دنبال یه پیچ و مهره خاصی که گیر نمیاد توی کارگاه، پس باید یه مقداری داشته باشیم همیشه. سلامتی قربان. میگم اگه امروز تا کی آماده میشه؟ اگه امروز آماده نمیشه که هیچی. امروز فرضاً گفتم فلش بیارم خونه، عجله داری؟ خب تا کی میشه اگه بیاره خونه و ببره؟ اگه تا زور بهم بدی خیلی عالی میشه. چه اشاوه نمیشه؟ میخوای خودم بیام؟ خودم وای میسم اوکیش میام، چون من بیکارم، منتظر ورقه. نه نه خیرش بدین، میاد. دمت گرم، مرسی. دمت گرم. اون ورقه من صف فلش رو دادم که ببره، ولی خب یه خورده انگار طول میکشه. اندازه‌ای که داره 2 متر در 1.5، 1.25 این. خب یه ورقه 1/2 میخوام استفاده کنم که این وسط خالی میشه، یعنی نصفش میکنیم میندازیم این طرف و این طرف، این وسط خالی میمونه. و این ورقه یه سری سوراخ ها داره برای اینکه یه سری هولدر توش بذاریم که موتور چهارچرخه جابجا نشه. اینو با رسم شکل در آینده بهتون نشون میدم. هشت منه حاجی، بکن این کاپوته هست، میتونیم از این استفاده کنیم. سفرش هم احتمالاً سالمه، مشکلی نداره، ولی خب این ماشین است. این یکی کاپوته هم هست تقریبا رنگ پژو خودمونه، ولی خب اینم اوکی، یه ذره موج و اینا داره ولی اوکی پوکیه، ولی سفرش داغونه. فقط همین ترکه بکنم اینه. آره یه دونه اونجا این گوشاش ضربه آروم داشته، ترافیکی سفر به سفر داشت، پفکیاش هم سالمه. آره این خوبه، این چیزش نیست. دوره اومده برای اسقاط ترتمیزه. داخلش درش بازه؟ چه در خوبی داشت. ماشینای اسقاطی اینجا خیلی لوازم میتونیم پیدا کنیم. اون دوتا رو نگاه کن اونجا. یه ولاگ هم من اینجا گرفتم، اگه ندیدیش این بالا میاد بزنمش ببینه. یه ولاگ ترسناک تو همین اسقاطی من گرفتم قبلا، اینا مسئولش نبودم، ولی خب یه عالمه ماشین اینجا هست. اینجا رو نگاه کن، چقدر فرمون و تشکیلات. یه داشبورد پراید قدیمی 141 هم اینجاست. رفتیم توی اوراقی و ایده های کثیف به ذهنم میرسه. خب خریدایی که انجام دادم باهاتون به اشتراک بذارم. مته 10 12 و 13 بود که سه تا شد 530,000 تومان. سه تا مته 530,000 تومان. این سه تا که هیچی، دونه 15,000 تومانن. استیل بور شیشه برای ماسک. یه دونه گوشی گرفتم که رنگش آبیه این دفعه، و از این ماسکا که این میخوره روی سرت و این بهش وصل میشه و بعد این اینجوری میشه، بعد میتونی اینجوری کنی بیاد پایین. و این داستان همه شد 810,000 تومان. بریم توی گاراژ، بقیه روزمون هنوز ورقه رو نبریده که برام بفرسته که کاراشو بکنیم. پیش یه جوشکار میخوام برم یه چیزی رو بپرسم و بگم یه چیزی برام درست کنه. یه سری جوام میخواد بیاد کمکم در آینده، و اینکه داشلی میخواد بیاد، اون یکی علی، یه قطعه رباتیک هم میخوام بسازم، میخوام باش مشورت کنم ببینم باید چیکار کنیم. یه چیز رباتیکه که با کنترل، با رادیویی کنترل میشه. اینو من بلد نیستم، زیاد تخصصم نیست، حدودی میدونم چه خبره، بهتره که من انجام ندادم. اینو میخوام سفارش بدم یکی برام بسازه، میخوام با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. امروز من میخواستم مثلا یدکشو تموم کنم و بریم موتور چهارچرخه رو بیاریم، ولی خب همه چی الان پیچیده تو هم واقعا، چون که ورق تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم دیگه آماده میشه. نمیدونم حال میکنید با این سبک ویدیو، ولی من خودم خیلی
حال میکنم. ما هم دیگه بیشتر گپ و گفت میکنیم. تو شریف اومد. چی ورده این چیه؟ این موجود کنترل از راه دوره. یو خدا چقدر از راه دوره. اینا که همه رله هم حس میکنن. آره. برای سیستم پنوماتیک و اینا معمولا از همین استفاده میکنن. خب این کنترل فکر نکنم به درد ما بخوره. آنالوگه. خب اینم دستساز خودم بود در دوران طفولیت. جان طفول باشه داشلی. اینا مکانیزمش بمبه. دقیقاً هم مکانیزم بمب هم شبیه همینا. اینا چیه؟ اینا هم همین مکانیزم شبیه چیز دارم موتور رو نشون بده. اینا ساده ترین موتور گیر بوکس های بازاره. گیر بوکس مکانیکال. چند 12 ولت؟ 12 ولت. این گیر بوکس هم داره الان روش گیر بوکس. این تیکی گیر بوکس این آرمیچر. هم سایز 42. آره این 400 آر پی ام 300 آر پی ام یعنی 300 دور در دقیقه اون میچرخه. گیر بوکس میچرخه یا موتور؟ گیر بوکس. آره 300 دور در دقیقه این حرکت میزنه. این 1000 تاست. این آلمانیه. اینم که چینیه. وصلش کردیم به داشلی. یدکشو داشلی داره میبره. بیپ 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 بیپ. ببین یه چیزی این قد خوابیدن دو نفره، یعنی میتونی کمپرش کنی. میخوای کمپرش کنیم؟ کمپر باشه. روش یه شاسی میکشیم این شکلی، چادر میزنیم روش، طبیعت کردی بخاری چوبی. اصلا کلا با 200 میتونیم بریم کمپ. نظرتون چیه این کارو کنیم؟ البته اون موتور چقدر بیاریم بعد. صندلی راننده، صندلی شاگردم داره داشلی میاره. مسخره بازی کنیم یکم. بریم بشینیم کنار هم. یه چقدر باحال شد. بیارش جلو، بیارش جلو بزن. نشستی شاگرد. خوبه، خیلی خوب شد. سلام که انداختی. وای فکر کنم این پشت ماشین باشه بشینی تو طبیعت بری شیر کاکائو شیر موز هم دستت باشه. اینا چیکونی بعد این چادر نمیخواد اصلا. یکی بشه 200 بشه بره. دو نفرم عقب میتونه بشینه. چهار نفریش کنیم. صندوق هم داره تازه. صندوق هم داره. آقا بچه‌ها نظرتون چیه کمپرش کنیم اینو؟ حال دادی و پروژه عوض شد. موتور ولش کن جابجاش نمیکنه. واقعا ما کمپر درست کردیم. بچه‌ها ماشینی که با پولام میتونم بخرم اینه. تازه دو نفره هم هست. سوپر شارژر هم داره. مرسی از توجه های شما. چقدر خوش شانسیم. همین الان ورق داره بریده میشه. پلاسما داره بریده میشه. شاید وسط نصف میشه اون اتفاقی که باید میافتاد. داشت علی یه ایده. چه ایده؟ بریم یدکشه رو ببندیم پشت 206 بیام آهنا رو سوار کنیم. چون که الان چجوری میخوایم ببریم؟ همینجا زیاد راهی نیست ولی خب با یدکش حال میده. حاجی خیلی حال میده. خوشتون اومد. والله این حال میده. من دنبال بهونم هر روز اینو واسه کنم بدید. هر روز میواخ حاجی دو رنگه. تا پای روز میگم ربیع الاول. لیمیتد. تازه رینگ. رینگ مثلا سفارشی ساز. رینگ کروم. مگه میتونی گیر بیاری فیلم هم بکن. من فقط بریم یدکشو بیاریم آخ جون. در سوله به آهستگی در حال باز شدن است. از حالت کمپری در بیاد. بذار اول چیز کنیم. نه نمیم پایین بیا. نه داره میاد بالای پایین. باید پاد ساعتگرد بزنی دیگه. ساعتگرد بزنیم تا اول الان بچرخون که دیگه بازش نکنی. انقدر سبکه که من چیز نمیکنم. اینو پیچه رو باز و بست با دست اینجوری بلندش کنم میذارمش اونجا. بریم بریم برای هر مرحله بعدی. سر پیچ داش علی باید دور بگیره. خدای زشته ولی خب کار رو اندازه دیگه. یه پیچ رگلاژ داره ما اینو باید رگلاژ کنیم. خب یکم لقه. خب این بوکسل بنده بعد ضربه میزنه به اتاق ماشین. بوکس بیارم. هیچ کدوم سر جای خودش نیست بوکسا. 19 هم وایس کردم 19 10 سالم فهمیدم. داش علی فقط 19 و 17 و 13 رو تشخیص میدم. جان خب ببین زیاد سفتش نکن نپیچه. یه ذره دیگه سفتش کن. خب تو را تستش کنیم. میدونی؟ تو را رگلاژ. آره دیگه تا بیام بریم رگلاژ رو درست کنیم. خاله رو خالی نکردم. حالا همه یدکش دارن. دستگاه لیزر عجب چیزیه. صفر صفر آقا. صفر خوشی. نه احتمالاً راه نیافته. نه این سیستمش نخورده اینجا. آره نو نو چه بو نویی میده. آنباکسینگ دستگاه لیزر و همون کوهیه که ما تو هر ویدیو ما اینو میگیم. همون کوهیه که ما با پیکانه باش رفتیم بالا. نوک کوه دیدی باورت میشه؟ سعید و سالم رسیدیم به گاراژ و ورقا رو آورد. نقشه‌شو من صبح کشیدم ولی نگفتم بهتون. این همون سوراخاییه که یه اهرم بعد امروز براش درست کنیم که پشت چرخو نگه داره. حالا بهتون میگم. نایس. اینا پیچش رو صفر کردیم. خیلی میزون شد دیگه لگد نمیزنه به ماشین. آ کلاچشو بگیر. آره. جان. جان.
حله در اومد. رنگ اینجا قشنگ بلند شد. رنگ چیز زدن؟ پوره‌ایه. سفتشی کردین؟ آره فشار آوردن خیلی خوب شد. ایمنیش رفت بالا. ما برگشتیم توی سوله و چراغای 206 که اونجا نصف نور این سوله رو تامین کرده، پشت سرمون روشن هستن و هم کفش و ورقاشو بزنیم. خب بچه‌ها این ورقا رو این چهارخونه‌ای‌ها که هست، یکم سنگین نمی‌تونم حرف بزنم، هم زور بزنم. الان بهتون میگم. این چارتا که می‌بینید همون جاییه که اون چیزا می‌خوره، هولدره می‌خوره که نگه داره. البته کاری که ما الان انجام باید بدیم چیه؟ الان قشنگ اندازش مشخصه. اینجا رو باید ببریم، اینجا رو باید ببریم و این گوشه رو ببریم که بره داخل‌تر و این مربع از روی این پروفیل در بیاد در اصل. اینجا و اینجا. خب 3 سانتی چنده ارزش؟ اندازه اینا 3. چه اینجا یه دونه اینجا. آموزش ساخته یدکش در خانه، ولی خدایی چقدر حال داد. من رفتم مثلا این وسیله رو خودش بود. این از اون یدکشایی میشه که تنها کاری که نمیکنه جابجا کردن موتور شارژر هست. یعنی پست من با این میگیرم، بار با این قرار جابجا کنم. فقط هم دلیلم اینه که حال میده، خیلی حال میده. ماشینی داری که باش میتونی بار جابجا کنی، حال نمیده خدایی. بعدش هم به این فکر میکردم که ما اگه بخوایم موتور چرخه رو که 400 کیلو ببریم تهران، اینکه استکاک خود چرخه هست، استکاک باد هست، وزن اون موتور چرخه هم هست، اینم تیپ 2ه. بده 6. این تیپ 2ه و ممکنه ما گردنه ها بمون، یعنی باید با 1 و 2 من گردنه رو رد کنم چون که وزن روی ماشینه. جالب میشه، خنده داره، یه ولاگ خوبی ازش در میاد. من باید فیت جا بخوره. اینو من میتونستم با نقشه هم درش بیارم که اصلا لیزر اینو ببره. این اندازه توی نقشه هم جا به جا شده بود، اندازه دقیقش رو نرشتم این کار نکرد. ما باید روی این پروفیل باشیم، پس باید کمتر بیاریم، باید بیاد روی اینجا. اضافی بریدیم، زیادی بریدیم. این از ورق دوم. سوراخ شد به خاطر خطای مهندسی و برشکاری بود که قابل چشم پوشی عیب نداره. دیگه من گفتم نمیخواد یه ورقه دیگه ببره به خاطر اینکه سوراخ نباشه. اینم اندازه‌شو در بیارم. من خیلی کمتر میبرم عمقشو. یه اسم برای این یدکش پیدا کنید. اسم بابا. کامنتار که من همه رو میخونم و لایکش هم میکنم. یه اسم برای این یدکش بگید بذاریم. البته بذار تموم که شد، کامل شدهشو دیدیم اون موقع. بریم برای جوشکاری. خواستم اینا رو پیچش کنم، ولی اینجوری که گوش میاد نباید پیچ بشه. یه مشکل دیگه هم الان دوباره خوردیم. اینه که اون یکی الان اوکیه، اینجا خالیه، ولی این یکی افتاد روی اینجا. نه اینو ما اشتباه زدیم، این اشتباه خورده. من یه وجب این باشه، شاسی رو اشتباه جوش دادیم. مرسی. 2000 years. مشکلش میدونی چیه؟ مشکلش پیدا کردیم. الان این فاصله لبه تا این سوراخ اول میشه 5 سانتی متر، ولی این یکی 6 سانتی متره. شاسی مشکل نداره. من فکر کردم شاسی رو بعد جوش دادم. ورقه یه خورده یه سانتی مترتر برش اتفاق افتاده. هیچ کاریش نمیشه کرد. ولش کن دیگه، جوشش میدیم. ما فکر می‌کردیم خیلی الکیه، ولی واقعا خفنه. ببین یه شیشه زیری داره، یه شیشه رویی داره که میتونه این شفاف باشه، میتونه این دودی باشه، این شفاف. خب این از این. بعد اینجاش تنظیم داره. خیلی باحاله. وای سرم داره خفه میشه. واه ولدین، چرا زودتر از اینا نخریدم من؟ تمام صورتم سوخت سر جوشکاریه سری قبلی. ولی نگاه کن اینجوریه، نگاه کن بگم دوره، چه سخت کار کردم باش. جلوش هم چند تک خال بزنم تا فیکس بشه. حالا برش بیریم باید چیکار کنیم. یه جوشکار خوب میدونه که هیچ وقت یه چیزی رو همون اول بار نباید فیکس کنه. ما همه‌شو جوش نمیدیم سر تا سری، مثلا 10 تا دونه 5 سانت 5 سانت اینجوری می‌زنیم میریم جلو. خوشتیپ شدم با این کلاهه. خوب این کلاهه رو هیدروگرافیش کنیم. هیدروگرافی داره. خور شدم. همشون رو جوش دادیم، ولی بحثی که هست اصولا این وقتی جوش خورده نباید صدا بده دیگه. نکن بعدم میاد صدا بده، به خاطر اینه که این وسطش جوش نخورده. خب حالا ما میتونیم چند تا پیچ اینجا بزنیم که دیگه راحت بشیم. پشیمون شدم، میخوام جوشش بدم. نباید صدا بده که. برعکسش هم کردم چون الان میخوام زیرش رو رنگ کنیم. این باید رنگ بشه. این پروفیل هم حتی رنگ نیستن، بعدا زنگ میزنه به مرور. ما همه اینو نقطه زدیم، ولی مشکلی که هست بازم صدا میده. این
صدا خیلی بده، یعنی خالی باشه با ماشین بری انقدر صدا زشتی میده تو شهر آبرود میره. من هر چقدر شده جوش میدم تا این صدا بیفته. با تشکر. صدا سنگین شده. کمتر شد نه؟ بعد از 40 دقیقه جوشکاری اگه ببینید یه عالمه نقطه جوش اینجا هست. خب من کفش جوش دادم، خیلی صداش کمتر شد ولی هنوزم صدا میده. یکی دو جای دیگه اش بله. خب که از اون طرف هم باید جوشاشو محکم کنید. اصلا نمیخوام صدا بده، اصلا نمیخوام صدا بده. یه عالمه جوش هم این رو دادیم و الان اگه نگاه کنید دیگه کمترین صدا رو میده. این صدایی که میده صدای خود آهنه. دیگه نوسان و لرزش نداره. حالا کاری که باید الان انجام بدیم که البته بهمون اجازه نمیده چون رنگمون تموم شده، کفشو باید رنگ کنیم. خودش تأثیر داره توی زنگ نزدن و استحکام و نگاه کن رنگ افتضاح و رنگ بیکیفیت داشتم، رنگ هم همه تموم شده بودن. این طرفش رو دیگه نتونستیم رنگ کنیم و همچنین روی کارو که باید برم اسپری بخرم و کامل رنگش کنم. و اشتباه دیگه ای که کردیم، میدونی چقدر کیفیت رنگ پایینه. حالا کاری به شوراش نداریم ما چون رنگش بیکیفیت بود، این ایرانی بود به درد نمیخورد. اینی که خوب نشسته به کار خاطر اینکه چرب بود. نگاه کن ما باید تمیز تمیز میکنیم بعد رنگ میزنیم، یعنی اصلا حواسم نبود به این قضیه. ولی خب نداره دیگه چون کف کارو فهمم هم زنگ نزنه. بریم اسپری بخریم. بیا به روز دوم خوش اومدید. رفتیم اسپریامونو شارژ کردیم، زدیم به برق. بچه کل کفش رو رنگ کردیم، رنگ با کیفیت هم استفاده نکردم، فقط در حد اینکه بپوشونه و زنگ نزنه. حالا بریم روی کار رنگ کنیم. قبل از اینکه بخوایم رنگش کنیم باید پرداخت کاری کنیم یه خورده، اینا خیلی زاغارتن. دستی رو نگاه کن، تو سوله دستی کشیدم. یه از سال بعد برف که میاد تو سوله، تو سوله برف چیز میکشیم، دستی میکشیم. یا خطرناک هم نباشه. مرسی. گوشی جدید هستم. یه نفر از آمریکا کامنت گذاشته بود، دیشب داشتم میخوندم، گفت که رحم کن به جوونیت، گوشی بذار، عینک بذار، لباس خوب بپوش، دستکش بپوش. کسافت. تمیزکاریش کنیم برای رنگ. رنگی که روی سطحش میزنم کیفیتش بالاتره. یه باگی که کار ما داره اینی که این شیبدار که میشه میخواییم موتور شبه چرخ رو بیاریم بالا، خب سر میخوره میره پایین. اصولا باید اینجا یه گیری داشته باشه قسمت جلویش. پروفیلی که میبینیم وسط، دقیقا چرخ جلوش میفته وسط این، یعنی میفته روی این پروفیله. خب یه دونه اینجا جوش میدیم، یه دونه هم اینجا. وقتی که هولش میدیم میاد چرخش توی این گیر میکنه و اجازه میده که مثلا ما اینو از روی دوجک بندازیم پایین و کاراشو بکنیم. و همین که بعدن برای جابجاییش دیگه اینو داریم ما که نگرش میداره، نمیذاره عقب جلو بشه. ولی از اونجایی که ممکنه ما در آینده پست های دیگه ای باش بگیریم، مثلا کمپرش کنیم، چون دو نفر اینجا توش میشه، من و علی میتونیم توش بخوابیم و با 206 بریم کمپ کنیم تو بیابون، ما اینا رو نباید جوش بدیم. حالت پیچ و مهره ای باید باشه. ولی خب صاف و صوفشون میکنیم و میبندیمشون روی کار. اینا
رو اوریب بریدم، یعنی 45 درجه تقریبا با دست بریدم که اینجا روی پیچ بستن داشته باشیم و از اینجا و اینجا پیچش کنیم. حالا یه سایز نبودن، ولی خب گفتم که بذار یه سایز نباشن چه ابتدا. حالا 4 تا سوراخ بعد اینور اونورش، 2 تا سوراخ اینور اونورش بزنیم. این 4 تا کلاً سوراخ شدن. من قسمت جلویش رو رنگ نکرده بودم چون که فکر کردم می‌خوام اینا رو جوش بدیم. حالا که می‌خواد پیچ بشه رنگ می‌کنیم، اینا رو هم جدا رنگ می‌کنیم بس کنیم بش. اینم از ابداع حاجیتون، از این لوستراست که می‌ذارن دم در. می‌خوام در سوله اینا درست کنم. لوسترن چی ان صدا میدن؟ به وسیله پیچ خودکار می‌خوام اینا رو بس کنم چون که راحت میشه باز و بستش کرد. پیچ و مهره داستانه. خب ولی پیچ خودکار راحت. وسط اینجا اینایی که 3 درصدن رو می‌خوام پشت بذارم چون اینجوری شیب داره بیاد گیر کنه. یکی 2 درصد رو جلو می‌ذاری. یه خوبی دیگه ای هم که پیچ خودکار داره، چون ما یهو دیدیم مثلا اینجا که گذاشتیم اشتباه گذاشتیم، می‌تونیم بیاریمش عقب‌تر پیچش کنیم راحت. درجا سری. اسم کنم این هلالی که داریم الان اوکیه. نیم هلال. نیم هلال چیه؟ این فاصله ای که داریم. الان سعی می‌کنم روبرو هم باشن. بریم تو کارش. حالا اینجا رو نکن چه راحته. تمام شد. اشتباه هم شد. جاواجاش می‌کنیم. سفت و محکم. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا داشتی دقیقاً 40 دقیقه دیگه میاد، ولی خب بعد از ظهر می‌بندیم بهش ماشین، میریم داخل شهر، موتور چهار چرخو سوار می‌کنیم و میاریم. دیگه ویدیوهای یدکش تموم میشه. البته الان دیگه ساختش کلاً تموم شده، فقط باید بیاریمش. حالا اگه حال کردیم خواستیم پروژه‌های دیگه بگیریم، می‌تونیم گلگیر هم براش درست کنیم، رینگ اسپورت بندازیم زیرش. خیلی تا سیستم براش بذاریم، خیلی کارا میشه باش کرد. ببین چی پیدا کردم، برچسب بی‌ای. برچسب بی‌ایمون نشه. یعنی حکم برگردونه داره این شکلی. خب تنها جایی که مشکی نیست و میتونیم بزنیمش اینجا. عزیزش رو تمیز نکردم طبق معمول، نکنم بچسبه. نچسبید. با اسپری اینو رنگش کردم. دو تا دیگه از این برچسب ها پیدا کردم. چقدر فیک بود. دو تا روش نوشته باله، نوشته که چند تا مال برچسب بالا بود. 80 تا 210 کیلومتر سرعت مجاز. کجا بزنیم اینو؟ هم یکیش بزنم اینجا، یکیش میخوام بزنم این جلو. هیچ ربطی هم به یدکش نداره، ولی خب میزنی. هوا افتاد زیرش. حالا زنگوله چنل رو فعال کن. سلام بر داشلی، چطوری؟ داشلی بکش. آره بکش بیاد. نصب رو داشلی باید انجام بده. آره نصب. نه احتیاجی نیست، اول بیارش رو ماشین. ببینم چیکار می‌کنه این. بیار تو، بعد بری بالا. حالا ارتفاعش برو بالا. کدوم وری میاد بالا؟ آه سیف کن پیچو. ارتفاع رو خب بابا بری کن. آره با دستم میشه. نه اون زامنه باید بالا باشه. این بالا دیگه بیا. کلاجو بگیر. ماشاءالله داشتی، ماشاءالله. داشتی تناب برداشته. من هم چند چوب برای پشت چرخ‌های چیز، چهار چرخه. اول تجربه‌ای داشتی با یدک‌کشه. شاگر تریلی باشه. ایچی نکنه. نه بابا. نه از در کرکره ای. نگاه کن جای پاهامون. نوه. حالا بریم بیاریمش. حالی میده ترانزیت بزنی؟ ترانزیت باشه، میخوایم بار ترانزیتی ببریم. تی آی آر باید جلوش میزدی. پیچه که صفر کردی میگه لگد نمیزنه ماشین، حس میکنی؟ اصلا هیچی من اصلا انگار فقط صدا میده. آره برو فقط یکم صدا میده تو اتاق، اونم خاطر خالیه میپره. آره بالا پایین. آه میره اینجوری. آره وزن نداره روش، خالیه. ولی اوکی الان بروم ماشینو. این اخت به آینه. هیچ حسی نداره الان، هیچ وزنی نیست اصلا. چرخه رو تاب داره چرخش؟ اینجا شیب بده، احتمالاً اینجا کفش بگیره. اگه اینجا نگیره که نمیگرفته. نگرفت. حله جایی نمیگیره. گاری باشه یا تریلی؟ این چرخه چرا لقه؟ اینجوری نبود. نکنه پیچ شل شده. پیچ طبق شل شده. یعنی آچار کشیش نکردم در اصل. سپر جلو نخوره. سپر جی تیه. علی. یه سرعت برو. البته چیز خاصی هم نیست. واشر داره. پیچش ول نمیکنه. ولی خب سفت نیست. مشاهده میکنه که چرخمون کنده شد. کوفت علی. داشتی تنها کسی بود که بابا خندید. بچه ما گیرش کردیم این زیر. آره من اینو با 20 تا جوش مهارش کردم. خداییش مهارش نکرده بودم. هیچ جوش نمیشه. یه جوری گذاشتیم این کلن این جوشه برید. نگاه کن این جوشه کنده شده. کجا چجوری ببندیمش حالا؟ به این احرامش رو بیدار بالا. حالا از کف باید ببندیمش. بیم ما هنوز راهی نیومدیم، نزدیک سوله ایم. خب یه دقیقه بریم جوشش بدیم و بیاریم. وای بستیمش. فقط بریم یه دقیقه
جیرش بدم و بریم دوباره. اینا از زیر من از سینش نمیدونم، من نمیتونم اینا، ولی شما قطعا میبینید. یه جوری معار شده که فقط بریم. بشین بشین یه خورده برو جلو من ببینم چه جوری یاری. فعلا اوکیه، البته این اوکیه، فقط ببریمش سوله همین پشته. یه خورده جوشش بدیم. بچه ما یه خورده وصلش کردیم، یعنی فعلا چرخش گیره. داش علی انقدر داش علی به من خندید. داداش به خودی داری میزنی؟ من زحمت کشیدم برای این چرخ. خب یکم شلوغه، این داره خلوت میشه علی. خیابون خلوت میشه. یه دقیقه ردش کنیم. بیا با خلوت شد. بشین. آره آروم از اینجا ردش کنیم، این دور برگردونه. دیگه نزدیکه. بیا پیاده میام مثلا. بیا. من نمیشینم پشت این دیویس. چشم من استرس داره. علی به شناخت از هر 100 تا دشمنم بدتره. خیلی نفهمم. داش رفیقت این بالا سرش رو خودت داری نون میخوری. بابا داش چی تو میگفتی که من اینو خیلی خوب جوش کردم؟ من اینو نگفتم. تقمو دادم. من اینو نگفتم. من کفیشو گفتم. این تک خال بوده، من جوشش ندادم. یادم رفته. حالا خدا بده نجوی داد. خداییش خیلی شانس آوردیم کنده شد علی. بابا خطرناک. البته می آوردیم پایین موتور چارچاپ سوار میشدیم جدا میرفتیم دیگه. آره دو بار. اونم روشن میشه بعد 3 4 سال. هنوز بنزین داره، برق هیچی نداره. روش اگه مثلا این دروزش بلاکت می‌کنم دیگه. بچه‌ها داش علی رو توی ویدیوهای من نمی‌بینید. داش علی خدافظی کن. الان رفتم خیابونو براش گرفتم، میگه خیابونو براش گرفتم. گرفتم اومد. کسی نبود، کسی رد نمی‌شد اون لحظه. خوراکی نداری بخوریم اینجا؟ چرا تو اون کنسوله. بچه‌ها این کنسول خوراکیای منه. پیش میگم این داره می‌بره، میگه نه. داره می‌بره اینا. قطعاً این می‌بره. چرخون نمی‌شه. چرخون نمی‌شه. مرسی. یه ورقی روش هم برشته میشه. دروشه چی میگن؟ خشخاشیه درو. آتیش میگیره اون کاغذی که آوردی. این شیشه رو باید بذاری. نه شیشه نمیشه داداش. بابا بذار. شیشه نگارش داشت دیگه. نه پاره شد پشه در رفت. هنوزم میاد این. به راه داغه. من همین الان با جامعه مهندسی خدافظی میکنم. خدافظ. من میخوام سلام کنم. پس حالا بعد میذاریم علی جوش بزنه. خب تا ببینی جوش دادن چقدر. من که همچین جوش میزنم در نمیاد. بچه‌ها ما یه چیزی فهمیدیم. اون یکی اکسل اصلا تک خال بود. اصلا جوشش نداده بودم. یاد آخه ببین ما دیدی که تو ویدیو ما همشو تک خال کردیم که آخر سر جوشش بدیم. برم داخل. یواش. برم داخل. خب بچه‌ها توی ویدیو امروز در مورد این که شکست نخورید و هر ایده‌ای که داری طول می‌کشه تا پخته بشه. علی میگه 25 سال بود اینو ساختی میشد. اون موتور چارچرخا که 10 سال بود ساختی چیه؟ اونم گفتم میخواد چی بگه. شکست نخوردی آقا، هر ایده‌ای تا بیاد پخته بشه قبول نداری. ایده تا گره. خداییش تکال بود، 4 تا تکال بود. وای گفتم حالا میگه بچه‌ها میخواد بسازید جوشکاریشو محکم کنید. بچه‌ها شکست نخورید. این که ریشه‌ای تره. خیلی عیبی دیگه. ریشه‌ای تره تا بگم اعماق وجود آدم میزوزونه یه حرفه. برو رسیدیم ما. الان چپ میکنه. این هم من تستش کردم و اون این بیرون خراب داغ کرد. تستای داشتی برق داره. بعد من برام سواله، هم سگ دست کنده، هم بازویی کشنده کنده، هم کمکه. اگه بازویی کنده میشه چرا کمکه کنده؟ همه کنده شده دیگه. چرا همش کنده شد؟ نه باز شد که خورد این برون بر کمکه هم شکست. آها شکست. اوکی. نه کمک سالمه، اون لینکاش شکست. آروم آروم داره میچرخه. او ما رسیدیم داخل سوره. یه دقیقه تعمیرش کنیم و بریم. 2000 years. بچا 2 ساعت گذشته، چه کارهایی ما انجام دادیم؟ این جلو رو دو مهره‌ای کردیم، یه خورده اینجا رو جوش دادیم. بعد کار اینجا هم دو مهره‌ای شد، همین که اینا دو مهره‌ای شدن، هم سوراخ رو کج دادیم. بعد تا چرخ اینوری هم دو مهره‌ای شد، هم خیلی دوباره جوشش دادیم. این طرف هم همینطور، این تک خال بود واقعا، جوش دادیم و اینا رو هم کامل جوش دادیم. میگه اوکی اوکی شد. داشلی هم جوش دادیم یه پاس. داشلی میخواد تست کنه، میکروفونم نداره. اونجا نه. اونجا تک چرخ میزنه داشلی. بپر بپر محکم. همین فقط کمکاش رو هم میزنم. نشستم روش ببینم چه اتفاقی میخواد برای پیفته. خداییش بچه ها نرمه ها. خودمونیم بچه ها، داریم بهش فشار میاریم. اگه میخواد اتفاقی برش بیفته همین الان بیفته. بعد از اینکه بسیار بهش فشار آوردیم، حالا میخوام چک کنیم ببینیم پیچ میچا اشبیل اون برای دست بزن سفته. اگه رفته تحت فشار این بار که معمولیه. مطمئنی یه فیچرش چک بکن. فاصله ای که ما سوله یعنی از چیز داره، از موتور چهارچرخه داره، فکر کنم 10 دقیقه نمیشه. 10 دقیقه ما می‌خوایم اینو بیاریم. همین. 2 ساعته داریم. اگه ناراحت نمیرید ما 10 دقیقه این یدکش پشتمون باشه، این موتور چهارچرخه خودمون رو بیاریم، چون اینو نمیشه سوار وانتش کرد. ببخشید. خب بچه‌ها ما رسیدیم مقصد. داشری داره آن باکس می‌کنه. یس ما پیروز شدیم. داریم نزدیک می‌شیم. ماشینا رو باید جابجا کنیم سبز رو و موتور
چهارچرخه دقیقاً زیر این همه چیزه. وسیله است. چقدر نور بده اینجا. خب 200 داریم میاریم و این طرف اینم موتور چهارچرخه که رفت آخر و بستیمش و بسته‌بندیش کردیم اوکیش. دقیقاً فیت خودش بود. این چرخه که مشکل خورده خیلی کج شده. اگه نگاه کنید خیلی کجه چرخه. خب دیگه کامل بست شده 200 ولی بازم ارتفاعش خیلی پایینه واقعاً سنگین بود. اصلا ما فکر نمی‌کردیم اینقدر وزن داشته باشه. 600 کیلوه. چند کیلو ولی؟ زیاده. زیاده. یکم برو جلو ببینیم کنده میشه چیزی یا نه. جلو 200 داره میره وسط در این هی داره میاد پایین. میگم اینجا در نیاد. برو خورد به زمین. مرسی خورد به زمین. برو. من با ماشین MVM مامانم دارم اسکورت میکنم. همه چی اوکیه داریم میریم. بچا تا الان که همه چی اوکیه یه ذره دیگه راهو داریم. یه ذره که نه تازه داریم از شهر خارج میشیم. تا الان هم که همه چی اوکیه یه ذره دیگه راه مونده. ریسک داریم میکنیم ولی بهش گفتم یه 40 تایی پر کنه 40 50 تایی. تا الان که اوکیه میخوام ببینم گیج میج نمیزنه. یدکشه برام سوال این قضیه قضایاش. چقدر با نمکه خیلی حال میده نمیدونم منو میبینی یا نه میخوام بشینم تستش کنم بگیر جابجایی قولاسا با داشلی جابجایی قولاسا با خونه جابجا میکنم و اینجا موتور شارژم شب دوستان ساعت 2:30 شب هیچ کی تو جاده نیست اومدیم اینو ببریمش کلا 2 کیلومتر نشد علی بشین پشت اون سبزه مرسی داشلی یواش برو میخوام ببینم چقدر زور میاره به ماشین خوردم نورمون بده ولی چقدر ماشین سنگین شده سفت شده ماشین قشنگ عقبش هم اصلا چیز نمیکنه ما تو سرعت 40 تا باش رفتیم ولی خب این بعد دو کمکی بشه عقبش که بیاد بالا خیلی خوابیده زمان ما فکر نمیکردیم این قد سنگین باشه و ما فکر میکردیم جلوش سنگین تره نگو عقبش سنگین میخوام یه خورده فشار بیارم تون برم ببینم چجوریه چرخاش هم که کج بود وقتی که وصلش کردیم به ماشین اوکی شد این چرخاش صاف شد چون انگار همه وزن روی چرخای عقبش بود الان افتاد روی ماشین اوکی شد حاجی تا ته گاز میدم راه نمیره ماشین تو فشار رفتی تیپ دو این تو جاده 60 بیشتر نمیره کمک کجا درست کنیم از تجربه هم بخوام بهتون بگم همه چیه ماشین صفر شده هم ترمزش صفر شده هم گازش صفر شده هم فرمونش صفر شده ولی اینکه کمک فرمون این سیستم تعلیق داره باعث شده که صدا اصلا تو اتاق نمیاد انقدر نرمه فقط احساس میکنی ماشین مثلا 5 نفر آدم توشه صندوقش هم پره باربندش هم پره همچی حسی داره فقط حالا من تو 60 کیلومتر هم بردمش فقط باید دو کمک بشه همین فاصله رو نگاه کن مشکل اون فقط همینه این باید دو تا کمک بخوره همین وگرنه همه چی شوکه ها ما مالبند آوردیم مالبند کوکم آوردیم پایین خب این قسمت پیششو باز کردیم آوردیمش پایین بستیمش خیلی بالا بود یعنی قشنگ میتونیم ارتفاع تنظیم کنیم آوردیم پایین که متعادل بشه او کیست که از تاریکی دارد میآید او داشلی است مرسی خیلی اومد ارتفاعش با این این کاروان آهسته می رود بنیامین بعد اینجا دور بگیرم آره بگیر دور بگیر از در ورودی حل بشه که شد من آمده ام آره اینجا رو هم می گیره گرفت برو گرفت خیلی ارتفاعش پایینه فقط مشکلش همینه مرسی بچه ها تا اینجا اومدید بالاخره آوردیمش حست چی بود؟ حل خداییش سنگین بود سنگین وزنه باشه نشبیلنش بوده چی شده؟ اوکی، یه ذره فشار اومده. همه چی اوکیه. گرم هم نشده حتی که بگی داغ کرده و فشار اومده اینا. یه قالپاق دیگه اش هم کن. نه، اونا رو من درآوردم. قالپاق میافتادین؟ نه، درآوردم گفتم. خیلی خوشحالم. بعد از 3-4 سال دوری واقعا رسیدم به چی میگن؟ عاشق به معشوقش رسید. درس امشبو بهمون بده. درس بنظری که بهمون درس این که بچه‌ها تا اینجا موندن که ما رونمایش کنیم، ما اینو یه فرصت خوب رونمایی می‌کنیم. الان رونمایی نمی‌کنیم. خب؟ فکر کردید مثلا نشونش میدیم، نشونش ندادیم. حالا می‌دونید که قرمزه همین. قرمزه. ببینید اینا. ببین 200 چی بگیر الان چجوری میاد بالا. ببین چقدر وزن روشه. پیداه؟ نه دیر گرفتی دیر گرفتی من وزن روش هم دل بده کل بده آقا میام خونمون مخاجی نمیاد برو او خیلی خیلی آروم اومدی ما تا ستا هم ما اگه کمکاش اوکی بود میتونستیم بیا بابا کمکاش خیلی پایین بود دلت خوشه دلت نتا دوباره انگار میخوای کنار آردی هم بچه تو برنامه آره فردا مشغولش میشه ببین چرا اینجوری میشه ببین وقتی که میره رو جک فشار میافته داداش هوا دیگه راست میگی یه مهندس مکانیکی این سوالو نمیپرسه هم نبود بخ حواسم نبود دیگه بس دیگه میدونی چیه علی هم باید دو کمکه بشه هم زاویه کمبر مثبت اینجوری بود دیگه کمبر مثبت این بود منفی
منفی اینه، درسته؟ کمبر مثبت بهش بدین که وقتی وضعی و فروش اینجوریش. یادم یکیش برعکس بود، مثبت منفی برعکس بود. یه خورده اینو میارم پایین فشار بیفته. میخوای برش داریم رو این بیاریمش پایین؟ نه، چیزی باشه حالا. نفری 500 میگیرم عکسشو بهتون میدم. میدن بچه‌ها پول میدن. عکسشو رو نه، نمیخواد پول بدیم به موقعش. درآمد کنم، کسب درآمد از یوتیوبر. کسب درآمد حلال کن داشتی. کسب درآمد یوتیوبر. یوتیوبر مملکت. خب، بریم. تمام. آره بریم. تمومش کنی؟ خندیدم بهش عصبانی میکنم. خیلی بدخم. خنده قرار گرفتم. بابا من استرس اصلا حالم گرفته بود. ولی خودش اگه اینجوری نمیخندی من خیلی دپ میشدم. خیلی حالم گرفته شد. من یادت گفتم میخندم. بخند، نمون تو ما بخندی. چرخش درم من میذاشتم میرفتم. رفت اونجا گفتم برو چرخو بیار. خب رفت اونجا وایساد. من دور بود نمیدیدمش. گفتم اوه اوه این هم چرخ کنده هم اکسل. بعد نگاه کردم اینم اینجوری گرفتش سر مثلا این رو اکام یاد. نداشتم خب بلند. حال نداشتم دلت نخواد. خب بچه‌ها توی قسمت بعدی ما دیگه مشغول آردی میشیم. هستی فردا علی؟ فردا مشغول شین؟ بریم. سپر و چراغ و اینا حالا نمیدونم قول نمیدم ولی خب دمتون گرم که تا آخرش اومدی. اگه اینجا اومدی ماشین قرمز برام استیکر بذار همه رو میخونم. کامنت کن منظورم. زنگوله چنل رو حتما فعال کنید. خیلی شاکرین. لایکش کنید. خدافظ.